Say it. Better call Saul. این قسمت جایی بودش که بالاخره انتظارا برای دیدن والتر و جسی تموم شد و بعد از اون همه شایعه‌ای که میگفتن تو این قسمت میان و نمیدونم تو قسمت فلان میان و اینا، بالاخره اومدن و تونستیم ببینیمشون. و در کنارش قراره که تو این ویدیو مثل ویدیو قبلی که از این سریال گوشتم سریال با هم دیگه بررسی بکنم و نکات مخفی استوری که اگه داخلش باشه رو حتما بهتون میگم و کنارش هم چند تا تئوری میگیم در مورد اتفاقاتی که داخل فیلم افتاده آینده فیلم. پر بهتر که تا انتهای این ویدیو همراه من باشی و اینم یاد باشه که حتما کانال رو ساب داشته باشی و زنگولی و نوتیف هم حتما فعالش بکنی. اینطوری میتونی خیلی راحت‌تر به محتوایی که میسازم دسترسی داشته باشی و بیای ویدیو جدید تماشا بکنی. و همونطور که میدونی من شاهینم و از اینکه روی این ویدیو هم کلیک کردی ازت ممنونم. پس بزن بریم. بالاخره بعد از مدت ها دیدیم که برایان و آرون برگشتن و تو نقشه والتر و جسی تونستیم اونا رو دو مرتبه ببینیمشون. و از طرف دیگه نکته‌ای که اینجا وجود داشت جایی بود که دیدیم اتفاقاتی رو که داشتن به ما نشون میدادن اتفاقاتی بودش که مربوط میشد به فصل دوم بریکینگ بد، جایی که والتر و جسی اومدن و سالو گرفتنش. و اگه دقت بکنید تو اتفاقاتی که داره میفته میبینید که سال داره از این صحبت میکنه که فکر میکنه اونایی که گرفتنش ناچو لالو ان. و از طرف دیگه هم میبینید که والترینا ازش میپرسن که اونا کیان و در مورد کی داری صحبت میکنی. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما قبلا از دید والتر و جسی به این داستان نگاه کرده بودیم، ولی اینجا داریم از دید سال به قضیه نگاه میکنیم و داره نشون میده که نگاه اون به این داستانا چطوری بوده. از طرف دیگه نکته ای هم که وجود داره جایی که میبینید اون گولایی که به در اون ماشینشون خورده هنوزم جاش هست و روشو چسب زدن، که حرکت جالبی از طرف تیم سازنده است که به نکات ریزی که توی فیلم وجود داشته دقت کرده. حالا تو این قسمت جاییه که ما داریم یه سکانس خیلی عالی رو میبینیم، اونم جاییه که میبینید یه قبری رو برای سال کندن اونجا گوشتن، بعدش با یه مونتاژ تصویری توی اون قبر رو نشون میده که حالا جین روی تخت خودش دراز کشیده و داره یه طورای نشون میده که احتمال این وجود داره که جیمی در آینده کشته بشه. حالا چرا این حرف رو داریم میزنیم؟ به خاطر اینکه امکان وجود داره، چون کسی که اونو اصلا نمیشناسه و وجودش خبرم نداره و تو اون شهرم که کلا غریبه است و هر اتفاقی براش بیفته و کشتن بشه کسی متوجه نمیشه و اصلا پیگیرش نیستش که بخواد بدون داستان چیه. و تنها کسی که متوجه میشه پلیس، و پلیس هم که وقتی این چیز رو ببینه میگه احتمالاً با اون باندی که بود و از طرف دیگه آدمای کارتل کسایی بودن که اومدن دخلش رو بردن و زیاد قضیه کش پیدا نمیکنه. این یه احتمالشه. یه احتمال دیگه جاییه که احتمال این وجود داره که ماریان متوجه بشه که جین در از همون ساله. اینو به خاطر این دارم بهتون میگم که تو حرفایی که داشت میزد برگشت گفتش که من پسرم از شهر آلباکرکی اووردمش بیرون که درگیر اون خلاف و خلافکاریایی که اونجا داره میشه نشو یه طورایی بتونه زندگی خوبی رو داشته باشه، چون اونجا شهر داغونی بودش. پس این احتمال وجود داره که وقتی که متوجه بشه که جین در از همون ساله و چه کارایی کرده اینطوری شاید بخواد جلوی اونو بگیره تا یه طوری به سر خوش نجات بده که وارد این اتفاقات نشه. و اونجایی هم که یه لپتاپم بهش دادن اون لپتاپش هم چون میره یوتیوب و اینا احتمال داره که اونجا حتی یه پوستری از سالم ببینه و اینطوری متوجه هویت واقعی اون بشه، حتی شاید هم بکشنش و ببرنش هم توی بیابون یه قبر اونطوری هم براش بکنن اونجا دفنش کنن. حالا دیدن اون قبر و مونتاژی که دیدید یه حالت دیگه هم میتونه داشته باشه و اونم اینه که مثلا شخصیت جین کشته شد و شخصیت سال دو مرتبه برگشت و داره برمیگرده به اون کارهایی که تو گذشتهش انجام میداد، مثل چیزی که توی ریتم داستانی به ما نشون دادن. نکته جالبی که اینجا وجود داره جاییه که روی تیتراژ فیلم اگه دقت کرده باشید میبینید که تیتراژ روی اون صندلی معروف میره و سریع هم تموم میشه و میاد و صفحه آبی میشه و نشون میده که هیچ فیلمی وجود نداره که بخوام به ما نشون بدن. و این داره نشون میده که این تیتراژ هرچی کوتاه‌تر میشه، یعنی ما داریم به قسمت‌های آخر نزدیک میشیم و دیگه آخر کار جیمی و سال و جین و ویکتور و حالا هر کس ایناست و داره دیگه داستانش تموم میشه. حالا ما داریم فرانچسکا رو نگاه میکنیم که یه زندگی خسته کننده مسخره رو مخ داره و اون سکانسی که رفته و داره اون سینکو گرفتگیشو وا میکنه، اون حالتی که اونجا داریم میبینیم خیلی شبیه به اون اتفاقیه که توی بریکینگ بد بود و اون استخری که دیدیم و اون خرس
عروسکی که داخل او افتاده بود و تنها نکته مثبتی که زندگی اون داره دیدن کارتون جکی چانه که داره اونو تماشا میکنه، یعنی به جز اون دیگه هیچ نکته مثبتی تو زندگیش وجود نداره، همه چرت و مزخرفه. و اگه یادتون باشه قبلا جیمی بهش گفته بود که توی زمان خاص و توی تایم خاصی بهت میگم بری تا بتونی مثلا اون چیزی که بهت قول دادم و به دست بیاری، و اینجا جایی بودش که این اتفاقات رو دیدیم. و وقتی که اون میره داره با جیمی صحبت میکنه، از آدمایی صحبت میکنه که توی داستان بریکینگ بد بودن و یکی از اونایی که اسمیاره اسکایلره که تو مخترین و مزخرفترین و رو اعصابترین کاراکتریه که توی تمام سریالای دنیا میتونه وجود داشته باشه. و از طرف دیگه از جسی صحبت میکنه که میگه ماشینش رو لب مرز پیدا کردن، که داره اشاره به داستان الکامینو میکنه. اینجا یه سکانس جالبی به ما نشون میدن، جایی که میبینید فرانچسکا داره میره که بره مثلا سمت اون باجه تلفن تو بخواد با جیمی تماس بگیره، سر یه دورایی میمونه که برگرده یه دو مرتبه بره. و این حرکت رو حتی برای جیمی هم میارن که وقتی که اون بهش میگه که کیم در مورد پرسیده، موقع که میاد سر اون چهارراه وای میسه میمونه که بره تو مسیر یا برگرده، که حرکت خیلی جالبیه. و نکته بعدی جاییه که میبینید اونجا که تو باجه تلفن وایساده داره صحبت میکنه، کنارش روی دیوار یه تصویر از یه کلانتریه که مثلا برای قرار وحشی و این داستان هم هستش، اونجا کشیدنش، و این داره نشون میده که همیشه قانون میتونه در کمین مجرما باشه. جایی که فرانچسکو در مورد کیم صحبت میکنه و میگه اون از جیمی مثلا خبر گرفته تا بدون زنده است یا نه، داره به ما اینو نشون میده که اون از تمام اتفاقاتی که توی داستان بریکینگ بد افتاده سالم بیرون اومده و هنوزم زنده است. و حالا اون موقعی که با جیمی داره با باجه با هم دیگه صحبت میکنن، نمیدونیم داستانشون چی و چی بهش داره میگه، ولی از رفتار جیمی مشخصه که همچین حرفایی که به دلش خوش بیاد و نمیزنه. و نکته بعدی که وجود داره اینه که احتمال داره تو قسمت‌های بعدی ما حتی دو مرتبه کیم هم ببینیمش. حالا تو حرفایی که خود بابونکر زده بود در مورد شخصیت جیمی، سال، جین و هر کس دیگه‌ای، در مورد اینه که داشت صحبت می‌کرد، برگشت گفتش که اصلا کلاً کاراکتر جیمی یه کاراکتریه که به کلاهبرداری و خلاف اعتیاد پیدا کرد، یعنی هیچ راهی براش وجود نداره که بخواد از اون دور بشه. و این اتفاقیه که ما بارها توی فصلهای مختلفی که از این سریال بوده اینو دیدیمش، که هر بار جیمی قول میداد به کیم که این کارا رو دیگه نکنه، و دو مرتبه میمد و شروع میکرد اون کارا رو انجام دادن، و اون یه اعتیاد بزرگی بهش داره. و به خاطر همین هم هستش که میبینیم الان هم که مخفی شده دو مرتبه برمیگرده و داره این کارو شروع میکنه، و این نشون میده که اصلا هیچ راهی برای این که بخواد جلوی خودش رو بگیره نداره و همیشه این کارو انجام میده. حالا دو تا نکته اینجا وجود داره که میتونه کار دست جیم بده، و اونم جایی بودش که با رفیق جف بد صحبت کرد و بهش گفتش که برو دیگه تو اخراج این صحبت‌ها، احتمال داره که اون عقده بکنه و یه حرکتی بخواد بزنه. و جای دیگه اونجاییه که ما میبینیم یه لپتاپی به ماریان داده میشه، و احتمال داره که اصلا اون بیادش و تو همون یوتیوبی که هستش اون ویدیوهایی که جیمی قبلا درست کرده بوده رو اونجا ببینشون و متوجه بشه که شخصیت واقعی اون کیه. و این دو تا زنگ خطر بزرگ برای این شخصیته. جایی که ما داریم سال میبینیمش و اونم توی ماشین والترینا هستش، اگه دقت بکنید میره اون بالون تگرد بزرگ رو برمیداره و اونو هی داره تکونش میده و باش بازی میکنه. این دقیقا همون بالونیه که روی پوستر این قسمت هم وجود داشتش، که قبل از اینکه اصلا بخواد این قسمت پخش بشه این پوسترش بیرون اومد و دقیقا داره به همون پوستر اشاره میکنه، که حرکت جالبیه. حالا یه نکته اینجا وجود داره، جایی که میبینید اون تو اون بار میشینه و یه نفر رو میبینه که سرطان داره، ولی بازم قفلی رو این زده که ازش کلا برداری بکنه و هیچ دلسوزی براش نره، دقیقا داره اشاره میکنه به شخصیت والتر، چون اون کاراکتر رو دیده بود که اونم سرطان داشت ولی اومد خیلی کارهای بزرگ و عجیب غریبی انجام داد. به خاطر همین اون دلرحمی دیگه نسبت به همچین کاراکترهایی نداره، چون میدونه هر کسی میتونه تبدیل به کاراکتر بزرگتری بشه. حالا میرسیم به جایی که اون در اون خونه رو رفت سمتش و شیشه شو شکوند و در رو واکر رفتش داخل. ما اینو میدونیم که قراره که پلیس بیاد، چون این صحنه رو یه جا به ما نشون داده بودن. و این نکته‌ای که وجود داره اینجاست که حالا کی به پلیس خبر داده؟ یه احتمالش اینه که اون توی خونه با همدیگه درگیر شده باشه و اینطوری باعث شده باشه که پلیس اتفاقا برسه، یعنی سرصدا بشه، همسایه‌ها زنگ بزنن. دومین احتمال اینه که رفیق جفو که فرستادش گفت برو دکمتو بزن، شاید اون لوش داده و گفته که برید این میخواد یه همچین کاری انجام بده تا پلیس اونو بگیرتش. نکته سوم و احتمال سوم جاییه که شاید ماریان وقتی که اون شب فهمید اینا درگیر شدن
متوجه اتفاقات شده باشه و از طرف دیگه وقتی که پسرش برمیگرده خونه سوال پیچش کنه و بفهمه داستان چیه و اون باشه که زنگ بزنه و جیمیو لو بده و پلیس بیادش اونجا. و این که میدونیم پلیس قراره بیاد چیزیه که چون به ما نشون دادن و احتمالاً توی قسمت بعدی اتفاق میفته و حتی امکان داره که ما تو قسمت‌های بعد حتی کیم هم ببینیمش. از اونجایی که سریال فقط دو تا قسمت دیگه ای داره، امیدوارم که این دو تا قسمت هم عالی عذاب در بیاد و بتونیم با این سریال هم یه خدافظی خوبی داشته باشیم و از طرف دیگه سکانس و اتفاقاتی که توش افتاده یه طوری مثل بریکینگ بد همیشه تو یادمون بمونه، هرچند که میدونیم که هیچ سریالی مثل بریکینگ بد نمیشه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودی، امیدوارم دیدن این ویدیو لذت برده باشی و یاد نره که حتما یه لایک به ویدیو بدی، کانال سابسکرایب بکنی و زنگوله نوتیفیکیشن حتما روشنش بکنی. و من ویدیو بررسی قسمت 6 سریال وستوردم بررسی کردم اینجا برات میذارم و میتونی بری تماشا بکنی که این تو هم تو این قسمت آرون پال یه نقش عالی رو بازی کرد، یه سکانس فوق‌العاده رو داشتش. حتما اگه این سریال ندیده اصلا کلا پیشنهاد میکنم بهتون نگاه بکنید و اگه قسمت 6 هم دیدید که برید بررسی رو نگاه کنید. خب دیگه حرفی هم نمونه، تا ویدیوی بعدی بدرود.